400 ساله دارن میگن یه نوزاد رو تا سن 7 سالگی به من بسپر، من ازش یه مرد میسازم. چون میدونستن 7 سال اول دوره برنامه ریزیه و 95% زندگیت از اون به بعد بستگی به اون برنامه ها داره، حالا هرچی که اون برنامه ها میخوان باشن. 95% از زندگیت از ناخودآگاهت نشأت گرفته. زندگیت حاصل عملکرد ناخودآگاهته. پیش از اینکه بتونی خودآگاه بشی، اگه برنامه‌هاشو نداشته باشی، میخوای از چی هوشیاری پیدا کنی؟ برای زندگی کردن تو این کره خاکی به چه نوع برنامه‌هایی احتیاجه؟ چطور کسبشون کنی؟ ثیتا هیپنوتیزمه. نظاره میکنی پدر و مادرتو، برادر و خواهرتو و اجتماع رو تماشا میکنی، چون این صدها هزار قانونی که وجود داره رو باید یاد بگیری. تصورش کن تا که فقط بتونی یه عضو خانواده یا اجتماع بشی، قوانین زیادی وجود داره. یه نوزاد باید همش رو یاد بگیره. این حقیقت مایه تأسفه، ولی 95% زندگی ما از برنامه‌های موجود در ناخودآگاهمون میان هر روز. فقط از 5% زندگیت هوشیارانه استفاده می‌کنی که به دست خودت خلق میشه، و بقیه‌اش هم نمی‌بینی، چون همونجور که از اسمش پیداست بهش میگن ناخودآگاه، زیر خودآگاه. من میتونم این ایده رو به خوردت بدم که یه قرص که تازه یه شرکت دارویی ساخته بهترین مرهم برای دردته. خوب میشی این قرص رو بهت بدم، اما بعدش میفهمی که قرص شکر بوده. البته همه میدونن بهش میگن اثر پلاسیبو. حالا این واقعا یعنی چی؟ یعنی تو به خاطر قرص نبود که خوب شدی، تو با باور کردن این که قرص خوبت میکنه خوب شدی. حداقل 1/3 از همه مداخلات پزشکی با اثر پلاسیبو انجام میشه و بیمار بهبود پیدا میکنه. این نتیجه مثبت فکر کردنه. افکار منفی چی؟ این همون چیزیه که دربارش حرف نمیزنیم. حقیقت اینه که افکار منفی در رابطه با تأثیرش تو زندگی به قدرتمندی افکار مثبته، منتها تأثیر معکوس داره. و افکار منفی میگن اثر نوسیبو که میتونه سبب هر گونه بیماری بشه، در نهایت هم میتونه بکشتت. اگه باور کنی که داری میمیری، این باور میتونه سرانجام بکشتت، پس باید مراقب باشیم. روانشناسا بهمون میگن 70% از افکارمون منفی و مسمومه. ما با این افکار منفی داریم جلو میریم. اگه افکار تأثیری روی زندگیمون نداشتن خب مهم نبود، ولی افکار ما چه مثبت چه منفی دارن زندگیمون رو شکل میدن. الان وقتشه که از خواب بیدار شیم. افکار منفیمون دارن تجربه های منفی تو زندگیمون به وجود میارن. باید اینو بفهمیم که 95% از رفتارمون از ناخودآگاهمون نشأت گرفته. یه کودک 7 سال فقط ضبط میکنه، تو رو ضبط میکنه. یه نوزاد نورسیده داری؟ این نوزاد نگاهت میکنه، چون تو پدر یا مادرشی. اولین چیزی که نوزاد در هفته اول و دوم زندگیش یاد میگیره شناختن پدر و مادره. خیلی مهمه، چون اونا نقطه مرجعن. هر اتفاقی تو زندگیش بیفته اول به پدر و مادر نگاه میکنه. کودکی که تو پارک تاپ بازی میکنه و از تاپ میفته زمین، بلافاصله برمیگره به پدر و مادرش نگاه میکنه. اگه مادرش بگه ای وای چی شد، بچه شروع میکنه به گریه کردن. ولی اگه مادرش بگه بلند شو سوار تاپ شو دوباره، کودک دوباره سوار تاپ میشه. این بازتابه. پس باید متوجه بشی که یه کودک ناظر تمام حرکاتیه که انجام میدی. بعد باید تشخیص بدی که اگه 95%ش ریشه در برنامه ریزی نامرئیم داره، پس من این الگوی خانوادم رو ناخودآگاه دارم انتقال میدم. اگه تو خانواده تهی دست به دنیا اومدی، میتونی تقلا کنی،
کل زندگیت رو تلاش کنی که ثروتمند بشی ولی در نهایت نمیشی. و همچنین اگه در خانواده ثروتمند به دنیا اومده باشی میتونی کل زندگیت رو با حماقت بگذرونی و در آخرم بازم ثروتمندی، نه به دلیل اینکه فکر کردی. به خاطر رفتارهای ناخودآگاه بوده که از خانواده ثروتمندت در کودکی دانلود شده بوده. بنابراین به صورت ناخودآگاه قدمهای درست برمیداری. اگه خودآگاهت رو به کار بگیری به یه احمق کامل تبدیل میشی. ولی خب ناخودآگاهه. همینطور در رابطه با فرد توحیده است. فرد مستمن باوراش رو از خانوادش گرفته که نه نمیتونی، زندگی سخته، گوه تو این زندگی، فکر کردی کی هستی؟ پس اگه اینجوری برنامه ریزی بشی 95% روزت رو به گن زدن به خودت میگذرونی هر روز. واسه همین فقرا فقیر میمونن و ثروتمندا ثروتمندتر میشن. برنامه ریزیه. فکر کردن وظیفه خودآگاه مغزه. جواب رو درون خودت پیدا میکنی نه بیرون. چیزایی رو که دوست داشتی وارد زندگیت شدن. وارد زندگیت شدن چون برنامه ریزی شده بودی که اتکا کنی بهشون. ولی هر چیزی رو که باید براش تلاش کنی، تقلا کنی، سخت کار کنی که به واقعیت تبدیلش کنی، برنامه ای داری که از اون فرجام پشتیبانی نمی کنه. تو داری بر خلاف برنامه ریزیت قدم برمی داری. بنابراین به روانشناس احتیاج نداری. در واقع به جاش یه نگاه به زندگیت بنداز. کجا دارم دست و پا می زنم؟ چون هر جایی که داری سخت مبارزه می کنی ناگزیر یه برنامه است تو ناخودآگاهت. برنامه ای که حمایت نمی کنه از مقصدی که برای خودت انتخاب کردی. ضمیر خودآگاه خلاقه که از راه‌های مختلف میتونه آموزش ببینه. خوندن یک کتاب خودآموز، رفتن به سمینار، گوش کردن به یه همچین برنامه‌ای، ضمیر خودآگاهت یکم آگاهی پیدا میکنه. ولی ضمیر ناخودآگاه این مدلی یاد نمیگیره. ضمیر ناخودآگاه به صورت طبیعی به دو شکل بنیادی آموزش میبینه. در 7 سال اول با هیپنوتیزم. ولی بعد از 7 سالگی چطور برنامه جدید وارد کنی؟ تکرار و تمرین. رانندگی رو با نشستن توی ماشین و روشن کردنش یاد نمیگیری. رانندگی رو با تعلیم و تمرین یاد میگیری. زمانی که میخواستی الفبا رو یاد بگیری چند بار از اول تا آخر خوندیش و نوشتیش؟ زمان برد تو تکمیلش کنی مگه نه؟ ولی وقتی یاد گرفتیش دیگه احتیاج نداری برگردی تمرینش کنی. پس ضمیر ناخودآگاه به دو صورت بنیادی آموزش میبینه، هیپنوتیزم و تکرار. دومی و البته من بیشتر دوست دارم، چون یه جمله جالب در موردش وجود داره که میگه وانمود کن تا به حقیقت تبدیل بشه. یعنی اگه آدم شادی نیستی ولی میخوای که شاد باشی، با خودت تکرار کن که من شادم. میدونی این وسط داری با کی صحبت میکنی؟ با تکرار کردن داری با ناخودآگاهت ارتباط برقرار میکنی. اگه سکه ناخودآگاهت بیفته که من شادم، و چون 95% زندگیت از ناخودآگاهت میاد، وقتی ناخودآگاهت من شادم رو بفهمه به نقطه ای رسیدی که به تکرار دیگه احتیاج نیست. تکرار یه عادته. عادت ساختنیه. به تعبیر دیگه تعصبی باید تکرار کنی. تکرار کن، تکرار کن تا نتیجه بده. ناخودآگاه خلاق نیست، عادت مزاجه. هر شب که میری بخوابی خودآگاهت درست قبل از اینکه خوابت ببره قطع میشه. فتا دوره بعدی عملکرد مغزت زمانی که خودآگاهت قطع، مساوی با عملکرد مغز در 7 سال اول عمره. پس اگه قبل خواب هدفون بذاری تو گوشت با پخش برنامه‌ای که دوست داری برای زندگیت اتفاق بیفته، به محض اینکه خودآگاه قطع بشه برنامه‌ت از هدفون به ضمیر خودآگاهت نمیرسه دیگه. اون دراشو بسته. به جاش مستقیم وارد ضمیر ناخودآگاهت میشه. بهش میگن هیپنوتیزم خودکار. دانشمندا تحقیق کردن راجع به مغز سرگردان. شاید بپرسی مغز سرگردان اصلا چی هست؟ ضمیر خودآگاهت میتونه روی کاری متمرکز باشه یا میتونه ول بچرخه.
منظورم زمانی که به چیزهای مختلف داری فکر میکنی. رابطش اینجاست، زمانی که ضمیر خودآگاهت متمرکزه، تو روی آرزوهات، تمایلاتت و چیزایی که میخوای کنترل مطلق داری. ولی به محض اینکه ضمیر خودآگاهت به فکر تبدیل بشه یا شروع به فکر کردن کنه، از پشت فرمون پیاده میشی و اتوپایلوت جاشو میگیره. ایدهش اینه که زمانی که مغزت در حال پرسه زدنه، این ناخودآگاهته که ادارت میکنه. ضمیر خودآگاه آرزو و مطالبه داره. ضمیر ناخودآگاه برنامه رسیدن بهشو. حالا اگه بیای آرزوها و مطالباتت رو به برنامه تبدیل کنی چی؟ خودت حدس بزن. دیگه احتیاج نداری حتی بهش فکر کنی. 95% روزت رو به صورت خودکار به ساطع کردن آرزوها و تمایلاتت میگذرونی. بنابراین دوباره برنامه ریزی کردن ضمیر ناخودآگاه با آرزوها و مطالباتت به این معنیه که دیگه هیچ احتیاجی نیست بهشون فکر کنی. 95% روز و به صورت خودکار. علم قدرته. ما رو از علم محروم کردن. ما تو این دنیا به عنوان فردی بیتوان داریم جلو میریم، وقتی که میتونیم خارج از تصور قدرتمند باشیم. با این حال برنامه ریزی شدیم که ضعیف بمونیم، اینجوری کنترلمون میکنن. ولی تو ضعیف نیستی. علم قدرتمند بودن رو ازت دزدیده بودن. علم قدرته. فقدان علم مساوی با فقدان قدرته. هممون رو محروم کردن از علم به اینکه واقعا کی هستیم. تو برنامه ریزی شدی. اگه برنامت رو دوست نداری، میتونی دوباره برنامه ریزیش کنی. میتونی به چیزایی که میخوای دست پیدا کنی. به زندگیت نگاه کن، همین جوری که الان راجبش حرف زدیم. نگاه کن زندگی تو. اگه درست کار نمیکنه، میتونی تغییرش بدی. ولی اول باید تشخیص بدی که درست کار نمیکنه. ضمیر خودآگاهت نبوده که به اینجا رسوندتت، برنامه ریزیت بوده. اگه برنامه تو عوض کنی، میتونی یه زندگی جدید واسه خودت درست کنی. میتونی تقریبا از شر هر ناخوشی خودت رو رها کنی و زندگیت رو کاملا تغییر بدی با تغییر برنامه از پیش نوشته شده‌ات.